درود بر دوستان گرامی، در این برنامه به یکی از جملات میانی قطعه خزان میپردازیم که توسط یکی از دوستان پرسش شده و سعی میکنم بخشی که نوتش رو در تصویر میبینید رو در مورد نحوه تمرین و اجراش و سایر جزئیاتش توضیحات خدمت دوستان ارائه بدم. جمله مورد نظر رو با توجه به حالت مضرابی که داره ما میتونیم این رو در ابتدا به صورت ساده یا یک چپ تمرین بکنیم و بعد در مراحل بالاتر و وقتی که سرعتش رو به حالت اصلی رسوندیم و تونستیم از پس اجرای صحیح دو مضراب چپ ها بر بیاییم، اون رو حالا با دو مضراب چپ و با سرعت اصلی خودش تمرین میکنیم. بنابراین در مرحله ابتدایی و آغازین سعی میکنیم اون رو ابتدا حالتهای مضرابی و اون حالتهای اجرای اون نغمه رو در بیاریم، اون جمله رو، و بعد از اون به جزئیاتش میپردازیم. فقط دقت بشه که در مرحله ای هم که دست چپ با یک نوت یا یک مضراب اجرا میشه، حتما باید اون مضراب چپ بسیار نرم و بسیار ملایم اجرا بشه و نوت‌های اصلیمون هستش که با دست راست اجرا میشه و خود اونها هم باید در حین اجرا حالت‌های ضرب قوی و نیمه قوی و آکسان‌های متفاوتی که داره رو لحاظ بکنیم. که حالا من نمونه ساده اون رو اجرا میکنم که دقیقاً متوجه بشید که به چه صورتی به صورت ساده تمرین بکنیم. اول پس به صورت ساده اجرا میکنم. بنابراین همونطور که ملاحظه کردین دست چپ بسیار نرم و ملایم میخوره و نیاز نیست که ما اون رو خیلی محکم به این صورت بخوایم بزنیم. این خیلی حالت خوبی بعدن ایجاد نمیکنه. مثلا حالت خوبی نیستش و خیلی خشک و زمخت صدا میده و از اون حالت اصلی ما رو دور میکنه. یه نکته دیگری هم که هستش، اگر دوستان میخوان از اجرای روی سیم یا خرک نهم پرهیز بکنن، میتونن اون میزان دوم این جمله رو به جای خرک نه با تغییر مضراب سری با چپ بزنن و به راست وصل کنن و با دوتا چپ بعد از اون اجرا بکنن که حالا حالتش رو من در اون حالت تمرینی باز توضیح خواهم داد. در مرحله‌ای که اگر بخوایم باز این رو با سرعت کم بزنیم ولی دو چپ رو لحاظ بکنیم، من با اون حالت هم اینو اجرا میکنم که دقیقاً متوجه بشید که این حالت دو تا چپ رو به صورت پاملخی تمرین نکنید و به صورت وصل به نوت بعد. منتها از لحاظ نوت نویسی، چون این دو تا چپ جزء زمان نوت قبل هستش، به نوت قبل اتصال شده، ولی در حقیقت بعد در منتها الیه زمانی که وصل میشه به نوت بعدی این دوتا چپ رو ما اجرا بکنیم، به همون حالتی که قبلا هم توضیح دادم که به این صورت بعد بسیار با حوصله و با آرامش ما به این حالت برسیم و بعد بتونیم این رو اجرا بکنیم. بنابراین حالتش با دوتا چپ به این صورت میشه. خب حالا اینجا من توضیح هم بدم که اگر نخواستید با خرک نه بزنید به این صورت اجرا بکنید. بنابراین باز یک بار دیگر من این رو با سرعت کم هم اجرا می کنم که ببینید در حین سرعت کم ما چجوری این دو چپ رو به صورت صحیح تمرین بکنیم. موسیقی
ببینید باز هم نباید به صورت پاملخی و اشتباه به این صورت تمرین بشه. این حالت تمرین غلط و اشتباه این قطعه هستش که به اشتباه دست چپ بسیار سفت، منقبض و بد حالت قرار میگیره. حالا بد حالت که حالا من یک مقداری الان اغراق‌آمیز دارم اجرا میکنم دیگه، به این بیکیفیتی هم در توسط دوستان اجرا نمیشه، ولی خب نهایتش رو من اجرا میکنم که دوستانی که قصد تمرین دارن و در این مرحله هستن که به این شکل مینوازن حتما از این نوع نوازش و نواختن پرهیز بکنن و سعی کنن این دوتا چپ رو بسیار زیرپوستی و با آرامش به اون اصل ماجرا برسونن. من یه بار دیگه پس اون حالت اصلیش رو اجرا میکنم که متوجه بشید. ادامه یه قطعه.